معمای سال نو کارگاه های زبردست، دوبله شده در استودیوی انجمن گویندگان جوان. آماده باشین، سر جاتون صاف وایسین و حالا تماشا کنین. معمای سال نو کارگاه های زبردست. جون اینجا رو اینجا واقعا فوق‌العاده شده. و حالا صبر کن تا ببینی سالینو چه چیزای دیگه ای داره. حالا بذار ببینم کلید سبز بود یا کلید قرمز. کلید قرمز. اوه سلام بچه ها، حتما فکر میکنین این درخت خوشگل شده، پس صبر کنی تا داخل خونه یه پو رو ببینی. بیاین تو. اگه گفتید ما خودمونو برای چی آماده میکنی؟ او درسته. سال نو که فردا از راه میرسه، هیچ کادوی نیستش مثل این کیک کشمش. اینجا هست شیرینی و زیبایی عید. سال نو فردا صبح از راه میرسه. ما باید بکنی خونه تکنی. خب اینم به جای تخم مرغای رنگی و اینم به جای باقلوا و شیرینی. کادو میدیم به هم دیگه. خوشحال میشه. یاره سال نو فردا صبح چی میشه؟ از راه میرسه. هیچ سالی توی عمرم من خوشحال نبودم. موندم من خیلی تنها میان سیل غم‌ها. پس اید کی میرسه؟ صبر کن میرسه. شیرینی رولتی. چقدر کم طاقتی. شادیم با هم. کدوم شادی؟ ما شاده شادیم چون سال نو فردا صبح از راه میخواد برسه. میخونن گنجشکا از دوستی و صفا. منتظر مهمونیم مگه نه؟ مهمون داری؟ کجا داری؟ شادی داری؟ صفا داریم. سال نو از راه میرسه. من این نوع سالو خیلی دوست دارم. وای اینجا رو نگاه چه جالب، یه عالم هدیه اینجاست. وای وای. نه ترس پیگلت، منم لامپی، گفتم شاید به کمک احتیاج داشته باشی. متشکرم، وقتی مثل من کوچولو باشی به سختی دستت به اون بالا میرسه. تو آرزوی چه هدیه داری رو؟ یه توپ بیسبال جدید و یه ماشین خیلی سری، درست مثل کارگاه های زبردست سری. و یه جت اسباب بازی. و یه قطار مافوق سری. چکی چکی اوه چکی چکی اوه چکی چکی اوه چکی چکی اوه. ای وای چی بود؟ متاسفم مامان جونم. متاسفم مامان رو. عیب نداره عزیزای من، ولی شاید بد نباشه شما دوتا بریم بیرون بازی کنیم. آره بیا بریم لامپی، میتونیم یه آدم برفی گنده یه گنده درست کنیم. باشه ولی بپا مثل دفعه قبل نبازی. نخیر تو باختی. نخیر تو باختی. راستی بگو ببینم تو از بابا نوئل چی خواستی پو خرسه؟ خب معلومه عسل بیشتر و یه عالمه ظرف برای عسلام. من احتیاج به عسل بیشتر دارم که ظرفامو پر کنم و بعدش ظرف بیشتر برای عسلای اضافه. اوه امیدوارم بابا نوئل یه وقت اشتباه نکنه.
بابا نوئل اشتباه کنه امکان نداره. بابا نوئل استاد نظم و ترتیب دادن به همه چیزه. اون میلیون ها هدیه رو درست سر وقت در سر تا سر دنیا به همه میرسونه و همه این کارا رو تو یه شب انجام میده. اگه میتونستم یه آرزو برای سال نو داشته باشم، آرزو میکردم بفهمم بابا نوئل چطور این کارو میکنه. مگه زده به سرت؟ بابا نوئل که این کارو نمیکنه. مگه میشه بابا نوئل رو دید؟ هیچ کس نمیتونه اونو ببینه، برای همین بهش میگن بابا نوئل. رابیت جان، خب البته دوست من، اگه حقیقتشو بخوای من از بابا نوئل درخواست عضویت کردم، یعنی خواستم اجازه بده یه چیزایی در موردش بدونم. من ازش خواستم یه مورد کارگاهی زیرکانی برای حل کردن به وجود بیاره. شما چه آرزویی کردین بچه ها؟ به نظر خیلی عالیه، امیدوارم بهش برسین. تو چی ایور جونم؟ تو از بابا نوئل چی خواستی؟ من هیچ وقت درخواست چیزی نمی کنم، چون هیچ وقت به دستش نمیارم. اوه درست شنیدم، منظورت اینه که تو حتی از بابا نوئل درخواستم نمی کنی؟ خواهش میکنم دیگه چیزی نگو ایور، راستش این غمگین ترین چیزیه که تو حالا شنیدم. ولی بالاخره هر کسی تو دلش یه آرزویی داره ایور جونم، درست نمیگم؟ خب راستش من هیچ وقت در موردش چیزی به کسی نگفتم. تو میتونی به ما بگی، ما دوستاتیم. من همیشه دوست داشتم مثل گنجیشکا پرواز کنم، این تنها آرزوی منه. چی تو میخوای پرواز کنی مثل گنجیشکا؟ این یه چیز تقریبا غیر ممکنه، حتی برای بابا نوئل ایر جونم. آره درسته، حق با توه، برای همین هیچ وقت ازش اینو نخواستم، چون این کار غیر ممکنه. ولی تو از کجا میدونی اگه اصلا تا حالا بهش نگفتی؟ او راست میگه، تو نباید امیده تو از دست بدی ایر. هر آرزویی میتونه تو سال نو برآورده بشه، چون سال نو بهترین زمان ساله. آره گمون کنه. من مطمئنم. این قراره بهترین آدم برفی دنیا بشه، باید برسونیمش بالای تپه. تقریبا رسیدیم. تو که تولید نشد لامپی؟ نه من خوبم. انگار یه چیزی زیر برفه، مثل این که این یه کیسه است، ولی هیچی توش نیست. یه نفر حتما گمش کرد. ولی کی میتونه باشه؟ خب فکر کن ببین تو کسی رو میشناسی که یه کیسه بزرگ قرمز رنگ داشته باشه. بابا نوئل. بیا اینجا. اون به نظر زیاد شبیه بابا نوئل نمیاد. سلام، سال نو مبارک. نترس، این دوستم لومپیه و منم راه هستم. اسم تو چیه؟ اسم من حالیه. سلام حالیه گریان. من گریه نمی کنم، من دارم آهنگ سال نو رو می خونم. لا 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 لا. بلای اونا گیر کردی؟ نه من گیر نکردم، فقط نمیتونم بیام بیرون. شاید ما بتونیم کمکت کنی. ها راست میگی؟ پس چی، ما زود از اونجا میاریمت بیرون. ببینم موفق نشدین بچه ها. متاسفم. یه فکری، بیا بریم کارگاه های زبردست رو صدا کنیم. اونا میدونن چی کار کنن، اونا استاد مشکل حل کردنن، سری میارنت بیرون. شما واقعا کارگاه های زبردست رو میشنسی؟ چطوری؟ صدای این میگه این مال منه. بگو ببینم اینجا چی نوشته. نوشته تقدیم به پو. این چی؟ برای ایور. خب شرط میبندم که بدونم این برای کیه. رابیت، پیگلت و لومپی. یعنی منظورت اینه که این همه هدیه یکیشم برای من نیست؟ خیلی بد شد. خب بسته
زندگی داره. تو کسی رو میشناسی که اسمش تیگر باشه؟ آره 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 میشناسم، خیلی هم خوب میشناسم، یعنی منظورم این که خودمم. اوه گوش کنین بچه ها، فکر کنم بابا نوئل داره میاد. آخ جون تیگر، گمون کنم یکی احتیاج به کمک داره. ای بابا، من فکر کردم بابا نوئل داره میاد، ولی مطمئنم اون همین دور و براست. نه تیگر، گوش کن. یه معما برای حل کردن داریم. بسیار خوب بچه ها، همه خودشونو برای حل کردن معما آماده کنن. و حالا کلاه کاراگاهی. او باستر، منظورم این کلاه نیست کوچولو. حالا بهتر شد، اینم کلاه کاراگاهی. هوا به خاطر این سرده چون فصل زمستونه. زود باشین، وقتشه که شعار کاراگاهیمونو بگی. هر زمانی و هر جایی کاراگاه های زبردستن که دوباره راه حلن. باید ببینیم کی به کمک احتیاج داره. فهمیدم، صدا از اونجاست، نزدیک خونه ی رابیت. زود باشین بجنبین بچه ها. ما باید کمک کنیم، خودمون رو زود برسونیم. باید هر شبون خودمون رو برای کمک برسونیم. کاراگاه زبردست. میدونستم زود میاین. نگاه، دوستمون وسط این بوته‌ها گیر افتاده. اوه نگاه کنی، اون یک گوز کوچولوئه. از هیچی نترس گوز کوچولو، چون کاراگاه های زبردست یعنی ما اینجا هستیم. از آشناییت خوشبختم هالی، من داربی هستم و اینا. میدونم کاراگاه های زبردستن. بهتون گفته بودم که همه جای دنیا ما رو میشناسن، ما خیلی معروفیم. هی زود باشین بچه ها، باید این شاخه ها رو بگیریم بکشیم. ولی ما قبل از شما این کار رو کردیم، اصلا فایده ای نداشت. تا جایی که زورمون میرسید شاخه ها رو کشیدیم. پس فکر کنیم. نباید هیچ کاری کرد، قبل از شروع باید فکری کرد. درست نشه کاری اگه تا نکنی فکر. من میگم حالا که کشیدن فایده ای نداشت، چطور این دفعه رو نکشیم؟ خوبه؟ پوتو واقعا نابغه ای. به جای کشیدن ما میتونیم فشار بدیم. آره خودشه. یک دو سه، فشار بدیم. بچه ها راستش میدونین دیگه داشت کم کم خیلی سردم میشد. پس بیا ببریم تو خونه تا گرم بشی. بیا بریم یه کم چای داغ برات درست کنیم که حسابی از داخل گرم شی. بیا عزیزم، این باید حسابی گرمت کنه، در ضمن چایی تقریبا آماده است. متشکرم رابیت. و حالا دوستان من، معما به تاریخ میپیونده. آخ جون حویج. واقعا متاسفم حالی کوچولو، آخه من اینا رو واسه گوزنای بابا نوئل نگر داشتیم. ولی منم یکی از گوزنای بابا نوئلم. چی گفتی؟ چیزه، ولی تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نیست سورتمه بابا نوئلو بکشی کوچولو؟ خب راستش من جز اون گوزنایی که سورتمه رو میکشن نیستم. آخه میدونی بابا نوئل سورتمه رو برای تمرین امروز برده بود بیرون، ولی وقتی برگشت اون متوجه شد کیسه هدیه ها رو یه جا انداخته گم کرده و همه هدیه ها تو اون کیسه است. بعدش من پیش خودم فکر کردم اگه موفق بشم اون کیسه رو پیدا کنم، میتونم یکی از گوزنایی باشم که سورتمه بابا نوئل رو تو سال نو میکشه. فقط این که من نتونستم کیسه بابا نوئل رو پیدا کنم. پس این معما رو باید حل کنیم. خب راستش ما یک کیسه امروز پیدا کردیم، بین برفا بود، تازه خالی هم بود. آره درسته، ما اونو همونجا گذاشتیمش. صبر کنین الان بر میگردیم بچه ها. خودشه. ما کیسه بابا نوئل رو پیدا کردیم. آره. عالی
شد. متشکرم لو، متشکرم لومپی. حالا بابا نوئل میتونه هدیه‌هاشو پخش کنه. اون واقعا نگران بود که نکنه مجبور بشه سال نو رو لغو کنه. وای نه. واقعا عالی بود. ما موفق شدیم یه معمای دیگرم حل کنیم. ولی این کیسه که اصلا چیزی توش نیست، مگه اون نمیتونه از یه کیسه دیگه استفاده کنه که هدیه ها و اسباب بازی ها رو توش بذاره؟ ها؟ نه، اون یه کیسه اسرارآمیزه. بابا نوئل تمام هدیه ها رو داخل اون میذاره. برای همینم باید اون رو زود برگردونم به قطب شمال. خدا خدا. دیگه چه مشکلی پیش اومده؟ نمیدونم از کدوم طرف باید برم. اوه این خیلی وحشتناکه. از خونه دور باشی و به سال نو نزدیک باشی. سب کن. یکی به من بگه پرونده مجدداً باز میشه یا مجدداً بسته میشه، چون من دیگه شمارشو از دست دادم. اگه حالی راه خونش رو پیدا نکنه، پس بابا نوئل هم بدون کیسه میمونه. و اگه بابا نوئل نتونه هدیه‌هاشو پخش کنه چی میشه؟ هیچ کس هدیه‌ای نمیگیره. حتی مام نمیگیری. حتی از اون بدتر. دیگه امسال سال نوی در کار نیست. یعنی سال نو واقعا بی سال نو. پس یعنی یه مورد دیگه برای رسیدگی و حل کردن داریم. حق با توی تیگر، ما باید به حالی کمک کنیم که کیسه رو برگردونه. آره و اینجوری بابا نوئل میتونه به همه هدیه بده، به همه پسرها و دخترها و تیگرها، به همه پسرها و دخترها و همه تیگرها. آره به همه پسرها و دخترها و تیگرها. این بزرگترین پرونده یه کاری کارگاه‌های زبردسته. باید برای نجات سالینو عجله کنیم. ما به کمک همه احتیاج داریم. درسته، همه باید کمک کنن. این ظرف عسلو با خودم. ای خرس شکمو. زود باشین همگیتون بیاین. زود همه دست به کار شید. ما میتونیم پیداش کنیم با کمک من و تو. باز هر زمان این مشکلات با کمک من و تو. مراقب خودت باش، از گوزنه دیگه بپرسیم، شاید پدر مادرش رو دیده باشن. خدا نگهدار. من یه نقشه ای دارم مثل در پیت. من تو کیفم دارم یه سیب کوچولو. دست سال جدید به هم ایدی میدیم. زهی خیال باطل. ما میتونیم پیداش کنیم با کمک من و تو. با کمک من و تو. خودمون ما از همه بهتر خوندم. وای نه، یه چنگل سر راهمونه. به درد من که نمیخوره، چون یه ساندویچ آوردم. نه تیگر، منظورم یه دوراهی شکل چنگاله. اینطوری نمیفهمم از کدوم راه به قطب شمال میرسیم. آخه نقشه یه تو چی میگه پو؟ خیلی ساکته، چیزی نمیگه. خب بذار ببینم. فکر کنم باید ببینم کدوم سمت به طرف قطب شمال میره. اون طرف یا این که این طرف یا اون طرف. خورشید. میشه از خورشید فهمید کدوم جهت شمال؟ فقط راستشو بخواین. من نمیدونم چطوری باید این کارو بکنیم بچه ها. تازه اگرم بدونید چطوری، خورشیدی تو آسمون باقی نمونده. بگم اونم دیگه چیزی نمونده که بابا نوئل رسوندن هدیه هاشو شروع کنه. ولی بدون این کیسه که نمیتونه. صبر کنین، ما میتونیم از ستاره ها کمک بگیریم. اونا جهت شمال نشونمون میدن. اینو تو مدرسه یاد گرفتم. زود باشین بیان، الان بهتون نشون میدم. وقتی دریانوردا راهشونو گم میکردن، دنبال درخشانترین ستاره میگشتن، یعنی ستاره شمالی. اگه ما دنبالش بریم میریم به سمت قطب شمال. صبر کن بابا نوئل، ما داریم میایم پیشه. وقتی دوستت کمک میخواد تو برس به داد،
وقتی از خستگی نشست تو بگیروندم، بشه پیشکشتون این دو جملمون کلید زندگی. هرچه نبار بود میپسندی بر دیگران پسند. پس بقیه کجا رفتن؟ راستش نمیدونم، شاید اونا. بچه ها شما حالتون خوبه؟ آخه چه اتفاقی افتاد؟ من لبه یه پرتگاه رو ندیدم. فایده نداره، خیلی بلنده. آهای کارگاه های زبردست، کمک! ایار، تیگر، رابیت، پیگلت. فکر میکنید اونا بتونن پیدامون کنن؟ حالی، تو میتونی پرواز کنی، پس پرواز کن و برو برامون کمک بیا. آره میتونم، ولی پرواز کردن بعضی وقتا خیلی به درد میخوره، مگه نه حالی؟ آره ولی راستش میدونی. پس زود باش، ما باید قبل از اینکه بابا نوئل سال نو رو لغو کنه به قطب شمال برسیم. خیلی خوب باشه، من الان میپرم، الان میپرم، الان پرواز میکنم، میپرم میپرم میپرم، الان پرواز میکنم. حالی مشکلی پیش اومده؟ راستش من نمیتونم پرواز کنم. معلومه که میتونی پرواز کنی، همه میگن گوزنای بابا نوئل میتونن پرواز کنن، ولی من نه، چون کوچولوام. ولی مامانم میگه زیاد طول نمیکشه، وقتی بزرگ شدم بالاخره پرواز میکنم. آهان، من میدونم منظورت چیه. مادر منم میگه من هنوز اونقدر بزرگ نشدم که بدون جلیقه نجات بپرم تو آب، ولی یه روز میتونم. آره منم یه روز میتونم بدون کمک مامانم دستم به ظرف بیسکویتا برسه. ازت ممنونم که درکم کردی، از تو هم همینطور. خیلی خوب، حالا بیاین با کمک همدیگه از اینجا بریم بیرون. بیاین، داری میرسی، یکم دیگه تلاش کن. هر کاری میکنم دستم به اون بالا نمیرسه. حالا چی کار کنیم؟ کاراگاه های زبردست برای کمک اومدن. کاراگاه های زبردست میدونستم بالاخره میاد. حالا سعی کن خودتو برسونی بالا. اینو فراموش نکنی. گرفتمش. داری گلگله کم میگه. این یه مقداری حجم بقیه کوچولو بودن. آره عیب نداره، نمیتونم برسم. اصلا نگران نباش، یه دقیقه صبر کن، یه فکری به سرم زد. عجله کن تیگر، ما زیاد نمیتونیم وزن شما رو تحمل کنیم. حالا ماسک تیگر کارگاه زبردست به کمکت میاد. خیلی خوب بچه ها، ما رو به سمت عقب بکشین، یه جوری بکشین که تا حالا ما رو اینجوری یواشتر، ولی بکشین، نه محکمتر. حالا بکشین، دور بزنین، بیشتر، بازم بیشتر. تیگر میخوای یه جوری بریم برات بیاریمش؟ ما اصلا برای این کارو وقت نداریم، سال نو داره به سرعت نزدیک میشه بچه ها. بلی اما آخه چیز حق با توه، درسته وقت نداریم. به امید دیدار ماسک عزیز، ما معماهای زیادی رو با هم حل کردیم و تو همیشه با من روی صورتم بودی، حتی با وجود این که بدون تو نمیتونم یه کاراگاه کامل باشم، ولی ما باید این کیسه رو برگردونیم. به نظر میرسه هوا داره سرد میشه بچه. آره باید زودتر راه بیفتیم. ای وای نه، چی شده داربی؟ هیچ کس ستاره شمالی رو ندید؟
اون باید یه جایی پشت ابرا باشه. حالا ما نمیدونیم قطب شمال کدوم طرفه. سوال نو نداری، همه سر کاری. شادیمون به باد رفت، ما همه شدیم خیر. اون کادوها خوشحالی ها رفتن به فنا. سال نو نداری، باید صبر کنی. ای داد سال نو دیگه نمیاد، یه سال دیگه باید صبر کنیم. شاید اگه دنبال رد پامونو بگیریم راحت تر بتونیم برگردیم. خیلی خوب دیگه بچه ها، بهتره برگردیم خونه. گفتی خونه؟ پس بابا نوئل چی میشه؟ مگه نمیخواین سال نو رو نجات بدیم؟ چرا داربی، ما میخواییم ولی بیفایده. بعضی وقتا بعضی چیزا غیر ممکنه، حتی برای کاراگاه های زبردست. مثلا شماها کاراگاه های زبردستین، پس دست از کار نکشین. ولی من که کاراگاه زبردست نیستم. همینطورم منه. ولی همه ما میتونیم باشیم. امشب فرق میکنه، زود باشین بیاین با همدیگه شعار کاراگاه های زبردست رو بگیم. شما هم همینطور حاضرین؟ هر زمانی و هر جایی کاراگاه های زبردست ولی من نه، چون من دیگه ماسک ندارم. ولی تیگه فراموش نکن، همه امشب منتظر بابا نوئلن و اونم منتظر این کیسه است. اون رو ما حساب میکنه. ولی آخه چطوری میتونیم پیداش کنیم داربی؟ راستشو بخوای خودم هم نمیدونم، ولی من دست بردار نیستم، چون اگه این کارو نکنم میدونم که سال نو رو از دست میدم. به خاطر همین میخوام هر طور شده سال نو رو نجات بدم. شماها اگه میخواین میتونین برین، ولی من ادامه میدم، چون هر سال بابا نوئل برای ما این همه راهو میاد، ولی اون الان به کمک ما احتیاج داره. من که اصلا نمیخوام ناامیدش کنم. من میرم، چون باید قطب شمالو پیدا کنم. شما با من میاین؟ آره. تو چی باستر کوچولو، تو هم میخوای با من بیای؟ خیلی خوب، پس فردا میبینمتون. سال نوتون مبارک. هر زمانی و هر جایی کارگاهی زبردستی که شما بگاه هنگرد. یه دقیقه سب کن، فکر کردی میذاری خود تنهایی سال نو رو نجات بدی؟ میدونین بچه ها، حتی اگه موفق نشیم قطب شمالو پیدا کنیم، احساسی که الان داریم واقعا مثل سال نوه. چیه؟ چی شده؟ فکر کنم بویه یه چیزی رو احساس کرده. به نظر میاد اون داره بهمون میگه از اون طرف باید بریم. پس همه بریم اون بر. نگاه کنی، اینجا دره آدم برفی هست، اینجا راه ورود به قطب شمال. آخ جون باستر، تو حتما بوی بابا نوئل رو حس کردی. سلام. از اینا نترس پیکلت، این آدم برفی ها اینجان که ما رو ببرن پیش بابا نوئل. سال نو مبارک، به اینجا خوش اومدین دوستان. شما در این سرزمین سرور و خجستگی رو میبینید، بر روی این سرزمین رویاها همه حقیقت میشود.
وقتی نگه میدارن به هم دیگه میذارن ادب و احترام و لا 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 چه باشد و جان بهترین جای دنیا هر روز که شما از خواب ها میشین اگر میخوان شاد باشین وقتی رفتی جلوی آینتون به خند زندگی تا این دو روز دنیا رو بگین و بخندین بریزین دور همه گینه ها در سال جدید واسه ها رو شما از دل هاتون بیرون کنید هر روزتون با یک عیدی بیرون قطب شمالی بالاخره رسیدی اینجا رو به نظر خوردنی میاد درسته پس منطقه چی هستی؟ مزش نعنایی بود این برش گیش نیست بود اون سقه رو شنیدی؟ شرط میبندم بابا نوئل تو کجاست؟ مامان جونم بابا جونم حالی اوه عزیزم ما خیلی نگرانت بودیم آره مامانت راست میگه ما واقعا نگرانت بودیم خیلی دنبالت گشتیم تو کجا رفته بودی عزیزم من دنبال کیسه اسب بازی بابا نوئل میگشتم با کمک دوستامونو برش گردوندم وای اینجا رو نگاه واقعا عالی شد پس اون کیسه پیدا شد باید زودتر به بابا نوئل خبر بدیم زود باشین بچه ها بجنبین همه چیزو ببرین داخل متاسفانه همه خیلی ناامید میشن ولی چه کنم خیلی من که نمیتونم باور کنم واقعا خودشه بابا نوئل بده بابا نوئل سلام بابا نوئل من داربی هستم و اینام دوستای منن لومپیو رو این کیسه رو وسط جنگل پیدا کردن فکر کنم این مال شما باشه دست نگه دارین آخر کار دوباره بهشون احتیاج پیدا کردیم کارگاه های زبردست باز هم موفق شدن شما کارگاه های زبردست رو میشناسی؟ البته کیه که شما رو نشناسه من که بهتون گفتم واقعا ازتون ممنونم لطف کردین دوستان اگه بخوایم امسال سال نو داشته باشیم بهتر عجله کنم ببینم چطور این کارو میکنه پس کوشن رابی ببینم سوالی داری که بخوای از من بپرسی بله چیزه یعنی منظورم اینه که یعنی میخواستم بدونم این که میخواستم بپرسم این که با این همه خونه ای که باید امشب بهشون سر بزنین پس هدیه ها رو کجا گذاشتین میشه به ما بگین لطفاً خواهش میکنم خب خود شما هدیه ها رو آوردین مگه حالی بهتون نگفته منظورتون اینه که هیچ پستی ندارین هیچ دفترچه راهنمایی هیچ سیستم خاصی برای تقسیم هدیه ها ندارین کارتون باور نکردنیه این واقعا فوق العاده است گوزنای من در سرتاسر جهان پخش شدن که این کیسه رو پیدا کنن حالا وقتشه که صداشون کنم برگردن در بی افتخار میدی این کارو انجام بدی زود باش یه فوت درست و حسابی بکن کوچولو اندازه یه کافی نمیتونم محکم فوت کنم چرا داربی؟ ولی من اصلا صداشو نشنیدم خب این یه صوت مخصوصه فقط گوزنای پرنده میتونن صداشو بشنون اونجا رو نگه آه
هنوز این شانس رو داریم که ادیا رو برسونیم، ولی وقتایی از دست رفتمون رو باید جبران کنیم. ببخشید بابا نوئل، درسته که ما مثل اینا نیستیم، ولی ما میتونیم بهتون برای رسوندن هدیه ها کمک کنیم. اوه پوخرسه عزیز، من واقعا خیلی هم خوشحال میشم. پس بیاین بالا. مشکلی پیش اومدی؟ بابا نوئل الان به کمک کارگاه های زبردست نیاز داره، ولی من بدون ماسکم فقط یه ببر به درد نخورم. یه تیگر بدون ماسکم یه ببر زیباست، ولی برای کارگاه تیگر زبردست یه چیزی دارم که میخواستم بعدم بهش بدم، ولی حالا بهش میدم. سال نو مبارک تیگر عزیز. یه ماسک خوشگل، لنگه یه ماسک خودم، اونم از دست خود بابا نوئل. آخ جون، باورم نمیشه من دوباره ماسک دارم. خیلی خوب، اینم از این. پس چرا وایستادین؟ زود باشین، باید هرچه سریعتر هدیه های سال نو رو برسونیم. منم میتونم امسال با شما بیام ماما. متاسفم عزیزم، امسال نه، وقتی بزرگ شدی و صدای سوتو شنیدی اون موقع میتونی با ما بیای. صبر کن هالی، من مطمئنم تو صدای سوتو شنیدی. راست میگه، ما دیدیم گوشت تیز شدم. شنیدم؟ آره شنیدم مامان، من صدای سوتو شنیدم، من اونقدر بزرگ شدم که بتونم پرواز کنم. من بهت افتخار میکنم عزیزم. راستی یه چیزی، فقط یه مشکل خیلی کوچولو وجود داره، اگه اون وسط قرار بگیره یکم توازن سورتمه به هم میخوره. برای چی همتون دارین به من نگاه میکنی؟ ایور بگو ببینم، دوست داری تو هم سورتمه منو کنار گوزنا بکشی؟ آره؟ من کجا باشم؟ پیگلت، من یه جای کوچولو بغل دستم دارم، یه جا برای یکی اندازه خودت. تو کسی رو میشناسی که بخواد بیاد اینجا کنار من بشینه؟ خودم، من خیلی دوست دارم کنار شما بشینم بابا نوئل. راستش میدونی بعضی وقتا کوچولو بودن به درد میخوره پیگلت جان. آره. بسیار خوب، را بیافتین. ما داریم پرواز میکنیم یار. شما در این سرزمین سرور و خجستگی رو میبینیم، بر روی این سرزمین رویاها همه حقیقت میشود. خیلی خوب کارگاه ها، هنوز یه عالم کار داریم، باید تا اونجایی که میتونیم عجله کنیم. سال ما داری بیاین. خوب گفتم مگه نه؟ درست مثل بابا نوئل. او نه تیگر، اینطوری بگو. هو 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 هو. امروز که شما از خواب ها میشین، اگر میخوان شاد باشین، وقتی رفتی جلوی آینه تو بخند زندگی تو، هو هو هو. این دو روز دنیا رو بگین و بخندید، بریزید دور همه کینه ها، و سال جدید خسته ها رو شما اصل هاتون بیرون کنید. هر روزتون با یک عیدی
متشکرم کارگاه زبردست. میدونین بدون کمک شما سال نو نداشتیم. آره درسته، ما سال نو رو نجات دادیم. من از اینکه با شما آشنا شدم خیلی خوشحالم. ما هم همینطور. ما دلمون برات تنگ میشه حالی. من بازم پیشتون میام، منظورم سال نو بعدی. خود نگهدار بچه ها. گوزنای پرنده را بیافتیم بری. خدا نگهدار رو، خدا نگهدار لامپی. سال نو مبارک و شب بخیر. خدا نگهدار. مامان اصلا نمیتونی حد بزنی چه اتفاقی افتاد. این بهترین سال نوی بود که تا حالا دیدم. درسته و تازه شروع شده. و هنوز کلی هدیه برای باز کردن داریم. بزن بریم. پو اتفاقی افتاده؟ نه چیزه، من دارم سعی میکنم که یه خاطره درست کنم. میدونی میخوام یادم بمونه که امشب از یادم نره دار بی جونم. سال نو که فردا از راه میرسه، هیچ کادایی نیستش چون دوستی و سازش. خوشحال باشی. باید شاد باشیم. چرا باید شاد باشیم؟ بهت میگم چرا، چون سال نو فردا میرسه. مثل پوک گفت خاطرات این سال نو رو هیچ وقت فراموش نمی کنه. شما چی؟ یادتون میمونه؟ اون چی بود که ایور برای سال نو میخواست؟ من همیشه دوست داشتم مثل گنجیشکا پرواز کنم. و اون بالاخره به آرزوش رسید. راستی کی کیسه‌شو گم کرده بود؟ بابا نوئل. درسته. و اون چی بود که بچه‌ها قطب شمالو به کمک اون پیدا کردن؟ درخشان‌ترین ستاره، یعنی ستاره شمالی. و من مطمئنم پو همیشه یادش میمونه که قطب شمال چجوریه. مزهش نعناییه. خب چطور بود؟ خوشتون اومد؟ شب بخیر و خدا نگهدار.